بله. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمتتون عرض کنم، مرحوم ناصر محمد باقر شفتی رحمت الله علیه که مقبرشون نزدیک مسجد سید همین در کنار مسجد سید واقع شده و خیلی هم مردم اعتقاد دارن به ایشون، به زیارت قبرشون، ایشون میفرماد که من هرچی دارم از احسان به یک سگ دارم و فرماد من طلعه بودم 3 روز غذا گیرم نیومد بخورم و دیدم خیلی دارم یه ضعف پیدا میکنم، رفتم یه پولی قرض کردم و یه مقدار آب کله خریدم با 2 تا نون کله پاچه. بله کله پاچه آبش رو گرفتم، بعد گفتم برم بخورم یه قدر این حال ضعفم برطرف بشه. بعد که اومدم در راه دیدم که معذرت خواهم یه سگی گوشه یه چوب افتاده و از شدت گرسنگی توان نداره و بچه هاش دارن شیر و سینه های رو میمکن، هیچ چیزی هم نداره. بله گفت که دیدم که یک سگی کنار چوب افتاده و شدت گرسنگی ضعف داره و بچه هاش دارن سینه های رو میمکن و شیر نداره. خب من نشستم این آب کله رو گذاشتم و نونها رو تو این آب کله خورد کردم و این سگ با یک اشتهای همه اینها رو خورد و بعد من دیدم سر بلند کرد به سمت آسمان، حس کردم دعام کرده و فهمیدم که این کارم مورد رضای خدا بود و رفتم خانه و عصر همون روز یه شخص اومد از شفت گیلان و خب من یه شخصی از دنیا رفته اونجا و وصیت کرده ثلث مالش رو در اختیار استاد محمد باقر شفتی قرار بدن و اون ثلث مال به میزانی بود که آقا با اون مال مسجد سید اصفهان رو ساختن، به فقرا اینقدر کمک کردن که معروف بود که هر کی میرفت پیش حاکم اصفهان گفت کمکم کن، گفت چرا پیش ما اومدی، برو پیش سید و سید بعدش از همه ما بهتره. و این سید شفتی همیشه میگفت من هرچه دارم از احسان به یه سگ دارم. این سید شفتی نوادگانشون و علی ظاهر حال خانواده یه قرآنی رو که خاص ایشون بوده میارن پیش یه بزرگواری برای صحابی در اصفهان و این بزرگوار گاهی میومد پای منبرهای ما و یه روز به من گفت آقا میخوام ببرمت منزلمون و یه موردی رو باهات بگم. گفتم چه موردی؟ گفت سید شفتی یه قرآن داشته که دست خودش بوده و حاشیه هایی رو نوشته در این قرآن. من جمله وقتی من رفتم منزلشون قرآن رو دیدم، قرآن خیلی نفیس و خطی هم تو صحافی شده بود چون قرآن خیلی شیرازش در رفته بود، از همدیگه ایشون تعمیلش کرده بود. بعد نشون داد، یکی از چیزایی که نشون داد سوره نوح بود که در آیات 10 به بعد 3-4 آیه از 10 به بعد سوره نوح ایشون فهمیده بود که حالا روایت نگفت نقل شده که اگر این آیات رو بر انگشتر نقره بنویسید و همراهتون باشه خیر و برکت میاد تو زندگیتون و رزق روزتون زیاد میشه و این بزرگوار به ما توصیه کرد و بعد هم خودش یه در واقع انگشتر اینجوری به ما داد و من یکی دو بار رو انگشتر گم شد، مجدد رفتم و الان این انگشتری که به هر حال دست من هست از همون هست که ایشون فرمودن و واقعا این که فرمودن درسته و برکت داره و این انگشتر از اون انگشتر چیزیست که دست